چقدر باورها و ارزشها عوض شده که وقتی ما درباره لیلث توی دوران مدرن صحبت میکنیم خیلی حال میکنن. چارچوب ذهنی تو دنیای مدرنه، تو دنیای قدیم، تو دنیای اون زمان شما وقتی داستان یک زن میشنوی که داره نافرمانی میکنه از شوهرش، اصلا احساس خفن بودن به شما دست نمیده، یعنی احساس میکنی عجب موجود شری بوده این. اون موقع یه همچین داستانی، همچین احساسی رو به انسانها دست میداده. اگه میخواهید بیاید با من صحبت بکنین توی برنامه، یه لینک زیر همین ویدیو هست به اسم درخواست صحبت با آرمین نوابی که میتونین از این لینک استفاده بکنین که بیاین یک روز و ساعت رو مشخص بکنیم که با هم در یک برنامه صحبت بکنیم. کاملا دوستانه و بدون توهین و بدون پرخاش میتونیم یک برنامه دوستانه با هم داشته باشیم. شما قبل از برنامه فقط حساسیت‌های خودتون رو به من بگید و من حتما در طول برنامه رعایت میکنم. اگه برنامه‌های دیگه منم دیده باشین که با مسلمان‌ها مناظره دارم، می‌بینی که همه شرایطی رو که اونها از من می‌خواستن قبل از برنامه پذیرفتم و باهاشون همونجوری صحبت کردم که براشون تو برنامه راحت بود. کلاً توی برنامه من کاری انجام میدم که شما احساس راحتی بکنید، احساس آرامش بکنید و در طول برنامه هم اگه حرفی زدم که اذیتتون میکرد یا اینکه نفع برنامه جوری بود که شما راضی نبودید، حتما اگه اینو به من بگید من سعی میکنم که نفع صحبتم عوض بکنم که شما در طول برنامه اذیت نشید. و برای من اگه کسی هستی که دوست دارید بیاید با من مناظره انجام بدید، از این لینک که زیر ویدیو هست استفاده کنید و بیاین با هم یه بحث جالبی رو داشته باشیم. ممنون، فعلا. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. ما الان روی کانال یوتیوب جمهوری بی خدایان لایف هستیم. اگه روی یوتیوب دارید نگاه میکنید لطفاً یک ثانیه وقت بذارید، برنامه رو لایک بکنید. لایک های شما به شدت باعث رشد کانال ما میشه. ممنون میشم از همتون. بعد از اینکه برنامه هم تموم شد یه کامنت زیر ویدیو بذارین. کامنت های شما عالیه، کامنت شما رو من میخونم، باعث رشد کانال میشه، باعث میشه که به من جهت دهی میکنه که کدوم برنامه رو بیشتر ادامه بدم، کدوم برنامه رو کمتر ادامه بدم. و یه کار دیگه مهم که میکنین اینه که کانال ما رو لطفا پیشنهاد بدید به دوستانتون و دشمنانتون. ممنون میشم ازتون. اوکی بچه، برنامه امروز به نظر میرسه که فقط یک داستانه، ولی خیلی بیشتر از یک داستانه. من میبینم توی چت کلاب هاوس بعضیا هم نوشته بودن که مگه زن آدم هوا نبود؟ نه نه نه، این یه برام جالبه که خیلی ها اینو هنوز نمیدونن. هوا زن دوم آدم بود، زن اول آدم لیلث. این یه بخشی از اسطوره های یهودی هست که گم شده توی تاریخ، ولی البته برای شماها گم شده، در صورتی که این چیزی که خیلی باهاش آگاه هستن. برای همینم هم هست که اخیراً توی این دور زمونه لیلث داره برمیگرده، به خاطر اینکه خیلی وقتی کشف میکنن که این داستان آدم و حوا قبلش آدم و لیلث بوده، این برایشون خیلی جذابیت داره و این باعث شده که لیلث بیاد الان توی بازی‌های کامپیوتری، توی فیلم‌های مدرن خیلی داره هی محبوبیتش افزایش پیدا می‌کنه. البته قبل از اینکه لیلث انقدر محبوبیتش افزایش پیدا بکنه، وقتی مردم دارن برمیگردن می‌بینن تو اسطوره‌های باستانی اول لیلث بوده قبل از هوا، این یه مقدار تو قرن 20 هم یعنی داشتیم فمینیستا اینو یه مقدار معروف کرده بودن. حالا اینکه چرا فمینیستا خیلی لیلث براشون جذابه و چرا قبل از اینکه توی فیلم و توی بازی کامپیوتری لیلث معروف بشه توی دور زمان ما فمینیستا بودن که برگردوندنش، برای متخصصین و کسایی که تاریخ شناسن اینا و کسایی که مطالعه دینی میکنن، مخصوصا ادیان ابراهیمی رو مطالعه میکنن، لیلث یک شخصیت کاملا شناخته شده بود توی دور زمان خودمون. اول فمینیستا معرفیش کردن، بعدن هم هالیوود و بازی کامپیوتری. یه نکته بگم، من فکر میکنم تو اسلام، تو ورژن اسلامی ادیان ابراهیمی ما اینو نداریم. من کنم توی یهودیت و مسیحیت فقط این است، برای همین شاید ایرانی ها خیلی نمیشناسنش. نه ببین، فقط ایرانی ها نیستن که نمیشناسنش، خیلی از مسیحی ها هم اینو نمیشناسن، یهودی ها هم فکر کنم خیلیشون اینو نمیشناسن، به خاطر اینکه یه قسمت تخصصی دین هست که شما لیلث رو برید بشناسید. کسایی که الان توی دور میشناسن، توی آم لیلث رو میشناسن، به خاطر اینکه یه سری فیلمایی مثلا نگاه میکنن، یه سری سریالای فیلمی که لیلث رو برگردونده و معروف کرده. من داشتم میگفتم مثلا کسایی که بازی کامپیوتری دیابلو رو میکنن کاراکتر لیلث رو باهاش آشنایی شاید ممکنه یه مقدار داشته باشن، ولی کسایی هم نوع جن‌های مختلف رو توی ایران میشناسن. یک جنی داریم که همون لیلثه. سوره های ادیان ابراهیمی
قدمتش از همه کاراکترهای دیگه بیشتره، یعنی برمیگرده به قبل از ادیان ابراهیمی. یعنی اگه تمام کاراکترهای ادیان ابراهیمی رو نگاه بکنی، عیسی مسیح، شیطان، ابراهیم، نوح و حتی آدم و حوا و حتی خود خدا، یعنی یاوه، قدمت یاوه از لیلث کمتره، قدیمی، یک اسطوره قدیمی تره. جالبش به اینه که توی اسطوره ابراهیمی که انقدر مرد سالاره، اون اسطوره‌ای توی ادیان ابراهیمی که از همه اصیل تر و قدیمی تره، این تمام کاراکترهای مهم ادیان ابراهیمی همشون مردن، ولی قدیمی ترینش یک زنه، که انقدر این زن مهم بوده که چون ادیان ابراهیمی مرد سالاره بوده، این داستانش رو سعی کردن حذف بکنن، چون نه تنها فقط یک شخصیت بسیار مهمی بوده تو ادیان ابراهیمی، کاراکتری هم که داشته ضد مرد سالاری بوده، ضد برتری مرد نسبت به زن بوده، و برای همین خاخام ها و بقیه رهبرای دینی دانه لیلث رو کانونایز نکردن و قسمت اصلی از کتابای مقدسشون نکردن و تصمیم گرفتن این داستانش رو حذف کنن. دلیلی هم که این مهمتر از فقط یک داستانه، به خاطر اینکه چیزی که ما از داستان لیلث یاد میگیریم وقتی که میریم داستانش رو بررسی میکنیم، میبینی که این داستانش یک نواخ نبوده، یعنی یه داستان فرگشتی داشته، همش در حال تغییر و تحول بوده. یعنی قدمتش هم 4000 ساله، یعنی برمیگرده به زمان سومری ها برمیگرده، قبل از این که اصلا ادیان ابراهیمی داشته باشیم. ولی در طول تاریخ نگاه میکنی که این همینجوری هی فرگشت پیدا میکنه، لیلث از چیزی که شروع میشه و به چیزی که در نهایت میرسه هی کلی بالا پایین میشه. ولی توی این سیر فرگشتیش خیلی چیزهای مختلف بوده. حالا من یه لیستی من داشتم نگاه میکردم لیلث چی ها بوده، یه لیستی که ازش بخوایم نگاه بکنیم. شروعش لیلث یک نفر نبوده، مثل شیطان، که شیطان یک نفر نبوده، یک مجموعه، یه اشاره به یه مجموعه کاراکترهای میکنه، یا یک صفتی بوده یا یک نقشی بوده یا یک کاری بوده و بعدن تبدیل شده به یک شخص، به یک فرد با داستان خودش. لیلث هم یک کلاسیفیکیشن بوده، یک مجموعه بوده از یک سری سپیریت هایی، یک سری حالا نزدیکترین چیزی که ما میتونیم پیدا کنیم بهش مثلا روح یا اجنه، یک موجودات معنوی بودن که در طبیعت بودن، ولی آروم آروم اجنه‌ای که در طبیعت بودن، میرسیم به این داستانی که این چجوری زن، اولین زن حضرت آدم بوده. ولی قبل از این که من بگم وارد داستانش بشیم، من میخوام به شما بگم که فرگشت این چه شکلی بوده، که ببینید چقدر باورها و روایتها و اسطوره‌ها در طول تاریخ تغییر میکنه، و این باعث میشه که بدونید که داستانهایی که ما در آن زندگی میکنیم خودش چقدر فرگشتیه. چون ما وقتی که توی ایران به دنیا اومدیم، وقتی که داستان‌های روایت‌های اسلامی رو شنیدیم، با یک سری باورهای فیکست آشنا شدیم، یعنی یک سری چیزایی که حقیقته، بهمون گفتن حقیقته و ثابته. ولی هرچی ما بیشتر تاریخ ادیان و تاریخ اسطوره‌ها رو بررسی کردیم، دیدیم اینا هیچ وقت تو طول تاریخ فیکس نبوده، اینا همیشه در حال فرگشت بوده. اهمیت این چیه؟ اهمیت اینه که ما انسان‌ها توی دنیای عینی خیلی زندگی نمی‌کنیم، ما انسان‌ها تو دنیای اسطوره ها زندگی میکنیم، تو دنیای داستان ها زندگی میکنیم. اکثر کارهایی که ما در طول روز مرمون میکنیم برای باورهایی داریم، بر اساس داستان هایی که ساختیم و در اون زندگی میکنیم. من وقتی دارم درباره اسطوره صحبت میکنم، فقط اسطوره های دینی نیست، همه اسطوره ها، شرکت ها، کشور ها، هویت ها، اینا همش داستانه. پول یک داستانه، دین یک داستانه، خدا یک داستانه. و اگه شما نگاه بکنید تو زندگی روزمرتون، اکثر تصمیم هایی که میگیرید بر اساس اون دنیای عینی مستقل از چیزی که ذهن انسان آفریده نیست. بیشتر تصمیم هایی که در طول زندگیتون میگیرید بر اساس اون دنیای داستان هایی هست که شما در اون زندگی میکنید، بر اساس هویت هایی که ساخته شده، انگیزه هایی که دارین، اهدافی که دارین، اینا همش بر اساس روایت ها و داستان هایی که جامعه به شما معرفی کرده. و برای همین شما وقتی که فرگشت اسطوره ها و داستان ها رو یاد میگیرید، دارید آشنا میشید به دنیایی که در اون زندگی میکنید، بیشتر از اون دنیای طبیعی و عینی که توش زندگی میکنید. حالا نقشایی که در طول تاریخ
یعنی همینجوری که با داستانش آشنا میشیم تبدیل به یه سری چیزایی که میشه گفت مثل جن، مثل دیو، همینجوری آروم آروم تو تاریخ تبدیل شد به ارواح. این نقش رو داشت. یه نقش دیگه که داشت این بود که اولین زن حضرت آدم بود، و یه نقش دیگه که داشت در کبلا و باوره عرفانی یهودی وارد زن سموئل شد. سموئل یک موجود شیطانی ضد خدا بود، یعنی یه مدت زن آدم بود، بعدا زن سموئل شد، بعد یه جاهایی هم رسید که اصلا برگشت زن خود خدا شد. یعنی توی تاریخ للث خدا حتی با للث ازدواج کرد و زن شد، بعد دوباره اومد دیو و شیطان اینا شد، و در نهایت هم الان تو دوران مدرن میبینیم که یک الگوی نماد فمینیستی شده. این نره الهه بادم بوده. دقیقا مخ خدا رم زد، خدا انقدر شیفته این شد که اومد باش ازدواج کرد. یعنی جاهای دیگه اون توی باورهای عرفانی کبلا ها اینا معروف ترین رولی رو که ما لیلیت رو میشناسیم تو تاریخ فرگشتش زمانی بود که تو باغ عدن خدا دوتا انسانی رو که آفرید آدم و حوا نبود، آدم و لیلیت. و این از کجا میاد که آدم و لیلیت بود آدم و حوا نبود؟ به خاطر اینکه اولین روایتی که ما از آدم و حوا داریم توی جنسیس توراته، یا همون عهد عتیق کتاب پیدایش، شما دو تا روایت مختلف میبینید. ببین للث قبل از اینکه این تناقض بین این دو تا روایت باشه جاهای دیگه به شکل دیگه وجود داشت، ولی اینکه بعدن فرگش پیدا کرد به اینکه شد زن حضرت آدم به خاطر این تناقضی بوده که توی اسطوره سازی باید این تناقض توجیه میشده. اول خدا میگه توی این کتاب زن و مرد رو از خاک آفرید، بعد یه جای دیگه داره میگه که خدا آدم رو از خاک آفرید و هوا رو از دنده آدم آفرید. و این تناقضه، چون یک جا میگه همزمان آدم و هوا رو آفرید و یه جای دیگه هوا رو از دنده آدم آفرید. خب کدومشه؟ همزمان با هم از خاک درست شدن یا اول آدم از خاک درست شده هوا از دنده آدم درست شده؟ این تناقض باید توضیح داده میشد. و لیلث اینجا اومد دقیقاً نقش فرگشتش تو این اسطوره ها بازی کرد، چون که موقعی که خدا میاد توی تورات میگه، توی جنسیس یا توی پیدایش میاد میگه که خدا زن رو مرد رو از خاک آفرید، اسم زن رو مرد رو نمیاره، میگه زن و مرد. پس نمیگه کدوم زن، اینکه این هوایی که از دنده مرد آفریده شده، اونجا که داریم میگیم زن و مرد از خاک آفریده شدن، اون زنه این هوا نیست، هوا که از دنده مرد آفریده شده. پس اون زنی که از خاک آفریده شده لیلثه. حالا چرا آدم و لیلث ادامه پیدا نکرد؟ چرا در نهایت آدم اومد با هوا شوهر شد؟ مشکل آدم و لیلث چیه؟ و این روایتی که اینجا الان با هم بررسی میکنیم جالبیش اینه که نشون میده که ارزش چقدر در اون زمان فرق میکرده با الان. حالا ببینیم داستان چیه. بریم وارد این بیبلیکال بوک اف جنسیس. میگه توی کتاب جنسیس یا پیدایش همون عتیق تورات دو تا روایت مختلف هست از اینکه انسان چجوری به وجود. میگه تو روایت اول گفته شده که خدا زن و مرد رو همزمان آفرید. این جنسیس، این فصل اول کتاب پیدایش بود. حالا تو فصل دوم کتاب پیدایش چی میاد میگه؟ میگه این روایت دوم روایتی که مردم بیشتر باش آشنا هستن، که خدا میاد انسان رو از خاک میاد و میذارتش توی باغ عدن. بعد از اینکه نفس میکشه توی، یعنی نفس زندگی رو میدمه توی بدن آدم، از دماغش هم البته، اونجا خدا به آدم میاد میگه که باغ عدن رو بیا مدیریت کن، یعنی بهش برسید. میگه ولی بعد از یه مدتی خدا متوجه میشه که نمیشه انتظار داشت از آدم که تنهایی کار بکنه، و خدا این رو در نظر داشت، برای همین خدا میره میگرده که بتونه برای آدم یه زوج پیدا بکنه. حضرت آدم تک تک حیوانات رو امتحان کرد، یعنی با تمام حیوانات جفتگیری کرد و با هیچ کدومشون حال نکرد. None of them appeared to be suitable. میگه هیچ کدوم از این حیوانات مناسب نبودن. So God causes Adam to enter a deep sleep. And while he و این باعث شد که خدا حضرت آدم رو یه کاری بکنه که یه خواب وارد کما بشه، یه خواب عمیقی بشه. He's unconscious. He takes one of his ribs. مثلا مرغ و مثلا گنجشک و حشه و اینا رو امتحان کرده این بابا. همه رو امتحان کرده. گفته امتحان کرده، نمیدونم. خب شاید بعضیاشو واقعا امتحان کرده، بعضیاشو فقط یه نگاهی کرده گفته خب این نمیشه که. الان بچه‌ها دارن تو چت میگن مثلا تمساح و چجوری امتحان کرده. خدای مثلا مارمولک و این چجوری امتحان کرده بدبخت مارمولک. Sleep. And while he's unconscious, he takes one of his ribs and uses. میگه وقتی که حضرت آدم توی خواب عمیق بوده میاد دنده چپش هم برمی‌داره. دنده چپشه، درسته.
ما یه سوپر چت گرفتیم از آقای یا خانم پویزن. مرسی پویزن جان، شما خیلی به ما از حمایت زیادی داری میکنی چند روز از ما، دمت گرم، مرسی واقعا. دنده چپ، حالا خیلی‌ها میگن که این دنده چپ نبوده، چون که شما اگه نگاه بکنید ما دنده های راستمون با دنده چپمون یک دونه است، یه اندازه است، درسته؟ و برای همین خیلی ها میگن که این، یعنی این تئوری تئورایز میکنن، اینا همش اسطوره است، کسی یعنی کی به کیه، هر کسی میاد یه تئوری میده، ولی کسی یه شما اگه خیلی از حیوانات پستاندار دیگر رو نگاه بکنی میبینی که نراشون تو آلت تناسلیشون یه استخون دارن، درسته؟ ولی انسان تو آلت، انسان نر توی آلت تناسلیش استخون نداره و این از نظر فرگشتی هم یه کاربرد داشته. کاربردش اینه که توی انسان‌ها مردی که نری که سالم‌تر هست میتونه جفتگیری بکنه، چون شما برای اینکه بتونی جفتگیری بکنی، چون استخون نداری، برای اینکه بتونی جفتگیری بکنی باید گردش خون خوب مناسبی داشته باشی و اگه اون گردش خون رو نداشته باشی نمیتونی راست بشی و برای همین نمیتونی جفتگیری بکنی و این باعث میشه که اون ژن‌هایی که سالم نیستن به نسل بعد منتقل نشن. یعنی این استخونه از لحاظ فرگشتی کاربردش اینه که توی انسان‌ها هست شده. این استخ، بعضیا میگن این دندش نبوده، این استخونه آلت تناسلی آدم بوده را که برداشته، برای همینه که حیوانات دیگه این استخونه دارن و انسان این آلت، این استخونه نداره. خیلی بد شد که آره. معلومه میتونم یه چیزی بگم، نمیدونم تو لایو یوتیوب بگم یا نه، این میشه چیزمونه دیگه، زایه است که اصلا میگن طرف زنش چیزشه، خیلی بده که اصلا دست شما درد نکن آقا نوید. آره بالاخره، یعنی به عبارت دیگه زنهای همه زنها از اونجا مردم اومدن. حالا بریم اینجا، حضرت آدم میفهمه که هوا یک، من بچه رو که میگم حضرت آدم به خاطر اینکه با آدم عادی جدا بشه، چون آدم آدم میشه آدم دیگه، انسان. اینجا حضرت آدم وقتی هوا رو میبینه میفهمه که این قسمتی از خودشه و چون میفهمه که این قسمتی از خودمه، برای همین میاد میفهمه که این مناسبه، یعنی زوج مناسبیه، چون عین منه، بقیه حیوانا مثل من نبودن، این مثل خودمه. میگه همینجوری که میبینید الان دو تا ورژن داره، دو تا روایت مختلف داریم درباره اینکه انسان چجوری به وجود اومده. البته فقط انسان نه، بیشتر دو تا روایت برای اینکه زن چجوری به وجود اومده، چون آدم، حضرت آدم در جفت این روایت ها از خاک آفریده شده، ولی دو تا روایت مختلف داریم برای زن. برمیگه تو جفت روایت میبینیم که حضرت آدم از خاک آفریده شده، میگه حضرت هوا، اگه این جفتش درباره حضرت هوا باشه، یکیش از خاکه یکیش از دنده. حالا خاک، هوا خاکه یا دنده است؟ میگه خب این تناقض رو چجوری توجیه بکنیم؟ فقط یک جوری میتونه، حضرت هوا فقط یک جوری میتونه آفریده شده. میگه خاخام های باستانی خیلی براشون بدیهی بوده که این تناقض داره، یعنی این چیز تناقض خیلی بزرگی بوده. ببین شما تو اسطوره سازی وقتی که اسطوره ها ادیان داره شکل میگیره، هر جا این تک تک این روایت ها، تک تک این داستان ها، کلی آدم در هزاران سال روش هی دارن بررسی میکنن، نقطه نقطه این واژه ها رو، اینا رو یکی یکی میان تحلیل میکنن، بررسی میکنن، دربارش مینویسن. یک تناقض به این گندگی حتم واضح بوده، یعنی اگه شما هم قبل از اینکه این اسطوره ها فرگشت پیدا بکنه متوجه میشدی که برای یک دینی که قراره به رسمیت شناخته بشه حتما اسطوره هایی ساخته میشه که این تناقضا رو صاف بکنه، یعنی تناقضا رو جلوشونو بگیره و یک روایت سازی حتما میشده. حالا میگم این روایت سازی یعنی اسطوره هایی که وارد دین یهودیت شد، یعنی اینا قسمت های رسمی دین یهودیت شد. ببین دین ما تصوری که از دین اسلام و دین مسیحیت و دین یهودیت و اینا داشتیم توی مدرسه یاد میگرفتیم اینه که مثلا این دینه نبود، یه دفعه خدا اومد موسی رو آورد بعد یه دین یهودیت به وجود اومد، یا که مثلا مسیحیت نبود بعد مثلا مسیح اومد بعد دین مسیحیت به وجود اومد، یا که اسلام نبود بعد محمد اومد دین اسلام به وجود اومد. ولی در صورتی که اصلا اینجوری نیست، اینا همینجوری قدم به قدم آروم آروم هی عوض می‌شدن. این اینا همشون یک فرآیندهای طیفی بودن، اسطوره ها می اومدن هضم می‌شدن، اسطوره ها عوض می‌شدن، بهشون اضافه می‌شد، اسطوره ها ترکیب می‌شدن، شخصیت‌ها با هم جمع می‌شدن، یه شخصیتی بعد از مدتی محبوبیتش از دست می‌داد، از داستان‌ها هضم می‌شد، یه شخصیت دیگه‌ای که قبلا یه کاراکتر خیلی فرعی بود یه دفعه یه کاراکتر بزرگ میشه. یه سوپرچت دیگه از نسرین جان گرفتیم. نسرین میگه ممنون، تمام تو هم تشکر، مرسی نسرین جان، مرسی از
نسرین به ما یه سوپرچت فرستاد که از سوپرچت پویزن تشکر کنه. مرسی. As two separate accounts, and that only one can be the real story. Therefore, a solution for this conundrum was devised, where the woman who was made simultaneously with Adam was Adam's first wife. اون زنی که اول آفریده شد اسمم نداره دیگه توی کتاب جنسیس و کتاب پیدایش اگه بخونید میبینید نمیگه هوا پس اون زن نمیتونسته هوا بشه چرا زن دوم رو خدا مجبور شد بیافرینه چرا هوا رو مجبور شد بیافرینه بخاطر اینکه اون زن اول نتونست نقش خودش رو ایفا بکنه مناسب نبود خدا مجبور شد که عوضش بکنه حالا این شخصیت این زن اول شخصیتی که به عنوان للث شناخته میشه میگه که محققین و تاریخ شناسان نمیدونن دقیقاً للث از کجا روایتش دقیقاً از کجا شروع میشه من یه سوال بپرسم توی شرع یهودیت یا مسیحیت هم این هستش که خدا قادر مطلق و هیچ وقت اشتباه نمی کنه توی کتاب عهد عتیق و عهد جدید اینجوری به نظر نمیرسه در زمان فرگشت باورهای مسیحیت باورهای افلاطونی باعث شد که برداشت مسیحیان از خداشون تبدیل به این بشه ببین اسلام هم در نهایت از باورهای فرگشت یافته مسیحیت بوده که با خدای خود اسلام قادر مطلق شد ولی تو خود کتاب مسیحی ها و یهودی ها وقتی میخونی کاملا بدیهیه که نه خداشون قادر مطلق نبوده اصلا قادر مطلق نبوده باورهای افلاطونی به شدت روی مسیحیت تأثیر میذاره مسیحیان این باور را در نهایت وارد مسیحیت میکنن با اینکه تناقض داره با کتابهای مقدس خودشون و اسلام هم چون کپی میکنه این باورها رو از مسیحیت خدا تو اسلام هم میشه قادر مطلق و جالبیش اینه که یهودی ها هم خیلی هاشون با اینکه مسیحیت از یهودی میاد ولی خیلی از باورهای مدرن یهودی از مسیحیت کپی میشه یعنی یه جوری خدا از یهودیت میره وارد مسیحیت میشه از تو مسیحیت با باورهای افلاطونی فرگشت پیدا میکنه و قادر مطلق و اون تریامنی میشه یعنی قادر مطلق یا رحمان مطلق و داره علم مطلق داره قادر مطلقه و بخشنده مطلقه نیکی مطلقه خدای مطلق سگانه این افلاطون و مسیحیت با هم ترکیب میشن توی به یهودیت هم برمیگره و خیلی از یهودی هم الان این باور رو درباره خودشون دارن نمیم جوابتو دادم آره بعد همین میخواستم بگم خب اگر از ابتدا باورشون این بوده که اصلا اینجا گن زدن که چون خدای نمیدونسته که چی باید واسه آدم درست کنه نمیتونسته این کار بکنه خب ولی خب تو داری میگی یعنی پوینتو گفتی که در ابتدا اینجوری نبوده اینا بعدن اومده اینا رو درست کردن و خب گنکاری اون ایده اولشون مونده دیگه اینا تضاد داشته با هم نتونستن تطابق بدن آره ببینید توی تاریخ خدایان اکثر اسطوره ها اینجوری نبوده که خدایان قادر مطلق باشن اینا خیلی از از کاربردی هم معنی نداشت که خدایان رو قادر مطلق بکنن این یه پدیده خیلی جدیده تو تاریخ تمدن که خدا قادر مطلق باشه و یه همچین قابلیتی داشته باشه خیلی جالبه که ما وقتی که ادیان دیگر رو مطالعه میکنیم ادیان باستانی رو مطالعه میکنیم برای اون عجیبه که خدا مثلا یه چیزی رو نمیدونسته یا یه کاری رو نمیتونسته بکنه یا یه اتفاقی افتاده که نقشه هاش مثلا اونجوری که میخواسته پیش نرفته بعد ما برای اون عجیبه که این خداشون چه خدای عجیب غریبیه در صورتی که خداهای اونا عجیب غریب نیست خدای مایه که عجیب غریبه چون اکثر تاریخ تمدن اینجوری خداها اونجوری بودن این خدای ماست که جدیده این خدای ماست که قادر مطلق جدیده که عجیب غریبه آره ببین این خیلی وارد جزئیاتش نمیشه چون جزئیات للت خیلی جالب تر از اینه پدیده فرگشته للت که اینکه از باورهای سومریا اومده وارد یهودیت و بعد بقیه ادیان ابراهیمی و اینا شده این جزئیاتش انقدر زیاده که اصلا آدم سرگیجه میگیره حالا این خیلی به طور مختصر و مفید داره به شما میگه که از سومریا اومده ولی اینکه چجوری دو تا کاراکتر مختلف رو توی باورهای سومری 4000 سال پیش اینا با هم ترکیب شدن و للت ازش در اومد اون خودش اسناد اینها دعاهایی که مینویسن سنگهایی که وجود داره روایتی که وجود داره این تحقیق این که این باورها چجوری فرگشت پیدا کرد یعنی تو پدیده فرگشتش تبدیل شده به یه دیو که میاد مردها رو دیوونه میکنه ویژگیشو بعدن بهش اضافه کردم خیلی مردها وقتی این اتفاق براشون میفته احساس میکنن با للت ازدواج کردن یعنی هم زن خودشونو دارن هم الان للت شده زنشون و خیلی جالبه که میان اصلا قرارداد مینویسن روی کاسه کوزه و اونها یه دعاهایی مینویسن که تقاضای طلاق میکنن میخوان طلاق بگیرن ازش که مثلا تو الان من زن دارم نمیخوام با تو ازدواج بکنم زندگیم به باد نره حالا بعضی از موقع ها مجبورن بهش یه چیزایی بدن قانعش بکنن که طلاق بگیره و اینا حالا بریم جلو What we know about her
was inspired by Sumerian myths. اینجا حالا خیلی کوتاه داره میگه که با برای لیلیت از سومری های سومر باستان. About female vampires known as Lilu. لیلو اسمش توی سومر باستان یک سری ومپایر هایی بودن به اسم لیلو. همونجوری که توی عرب و مسلمونا مشکلات روانیشون رو نسبت میدادن به جن، توی سومر باستان هم همین کارو میکردن. مثلا مردایی که دیوونه میشدن و میگفتن که این لیلوها اومدن سراغشون، اومدن تو ذهنشون. مخصوصا مردها و زنهایی که مشکلات جنسی داشتن یا بارداری، یا اینکه بچه هاشون میمرده، یا اینکه عقده های جنسی داشتن که نمیتونستن ارضا بکنن، یا مردهای زنهایی که قبل از ازدواج میمردن، مردهایی که قبل از ازدواج میمردن. حالا اینا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی همه اینا رو نسبت میدادن به این ارواحی که قبلا ترکیبی بودن از ارواح مختلف، بعدن جمع شدن تبدیل شدن به لیلث. Inspired by Sumerian myths about female vampires known as Lilu, or by Mesopotamian myths surrounding female demons who scoured the night, otherwise known as succubi. مثلا یه سری توی باورهای باستانی بین النهرینی یه موجودات دیگه که بودن بهش میگفتن succubi و به اونها هم نسبت داده میشه. ببینید دو تا کلن دو جنس از نیروهای معنوی یا ارواح مختلفی بودن که با هم ترکیب شدن و یه سری اونایی بودن که باعث مشکلات روانی می شدن یا می اومدن مثلا توی خواب و مشکلات جنسی و اینا داشتن، یا کسایی که مثلا مشکلات ارضا شدن و اینا داشتن، یکی اینا بوده و یکی دیگه‌ش هم یه موجود دیگه بوده که باعث می شده زنا توی بارداری بچه‌شون از دست بدن، یا بچه‌ها گم می شدن، بچه‌ها رو مثلا این می گفته این می اومد اون خداه یا اون الهه می اومد بچه شما رو می دوزه یا باعث میشه که بچه شما بمیره. و این دوتا رو یه دفعه با هم نمیدونم، خیلی محققه هم نمیدونه اینا کجا و کی دقیقا ترکیب شدن و نمیدونن کی ترکیب شدن، ولی اینکه میدونن این دوتا با هم ترکیب شدن خیلی جالبه، چون تو اسناد وقتی نگاه میکنی مثلا خیلی کاملا واضحه که الان این موجود جدیدی که برای اولین بار مثلا تو این ظرف یا تو این کاسه کوزه یا تو این دعا دارن میبیننش، یک سری از ویژگی های اونا رو داره و یک سری از ویژگی های اونا رو داره، و جوری که دربارش صحبت میشه جوری که مثلا درباره این صحبت میشه، ولی کاری که اینجا داره انجام میده کاری که مثلا اون الهه یا اون جنه یا اون دیوه داره انجام میده. برای همین قشنگ میتونم به طور فرگشتی ترکیب این دوتا رو ببینن. But the first time Lilith is mentioned with an association of the idea of creation is in the alphabet of Ben Sira. میگه ولی اولین باری که این لیلث که تو باورهای سومر باستان و بین النهرین باستان شروعش بوده، اولین باری توی داستانش رو با آدم میبینیم توی کتابای بن سیرا هست. Didache, which is considered to be a satirical Jewish work told by an anonymous writer. کتابهای یهودی هایی هست که دقیقا این که منشأ و نویسنده این که کتابای یهودی چیه رو مشخص. مرسی حاجاوش، 5 تا عضویت گرفت برای بچه های روی چت یوتیوب. و یه دونه سوپرچت دیگه هم گرفتیم از غزال. مرسی از غزال از سوئد برای ما یه سوپرچت فرستاد، دمت گرم. مرسی بچه، چقدر سوپرچت زیاده. بن سیرا کسی که توی این کتاب به اسمش هست، یکی بچه های یکی از پیامبرای یهودیه که تو این کتاب داستان های این پیامبر جرمایا رو ما و زندگیشو و کارهایی که اتفاقاتی که براش افتاده رو تو این کتابه میبینیم. توی کارهای ادبی اون زمان برای اولین بار یه قسمتی از این داستان لیلث رو اینجا میبینیم. میگه این داستان توضیح میده که لیلث اولین زن حضرت آدم بود. و اینجاش جالب میشه، لیلث رو خدا همزمان با آدم آفرید. میگه ولی برخلاف آدم و حوا، آدم و لیلث نتونستن با هم زندگی کنن و توی رابطه جنسیشون با هم خیلی تناسب نداشتن، خیلی به هم نمیخوردن. بابا جان پویزن مرسی، دمت گرم، یه 50 دلاری دیگه گرفتیم از پویزن. پویزن الان 100 دلار امروز به ما داد، دیروزم به ما 150 دلار داده بود، الان 100 دلار دیگه به ما داد، دمت گرم پویزن. فکر کنم تا الان شدی سپانسر کانال جمهوری بی خدایان، اگه ما بتونیم بقا پیدا بکنیم به خاطر این سوپر چت های پویزنه. Created alongside Adam. However, unlike Eve, Adam and Lilith did not coincide and were not particularly compatible sexually. The text of... چرا حضرت آدم و لیلث یعنی توی سکس با هم مشکل داشتن؟ مشکلش چی؟ بن سیرا explains that Adam... ببین کتاب بن سیرا، این کتاب یهودی هست. خب توی کتاب بن سیرا توضیح میده که اختلاف نظرشون تو سکس سر چی بوده. Particularly compatible sexually. The text of بن سیرا explains that Adam always assumed the top position during sex, but that Lilith wanted this position for herself.
وقتی که آدم و للت با هم سکس داشتن، حضرت آدم همیشه میخواست بالا باشه، همیشه میخواست رو باشه، تاپ پوزیشن رو داشته باشه، ولی للت این پوزیشن رو برای خودش میخواسته. یعنی للت میخواسته وقتی اینا با هم سکس داشته، خواسته آدم زیر باشه، خودش بالا باشه. یعنی للت میخواسته توی سکس غالب باشه. میگه چرا تو باید بالا باشی؟ من میخوام بالا باشم توی سکس. چرا میگه للت میخواسته که اون بالا باشه، آدم زیر باشه؟ کرده که للت میگفته که من با تو برابرم. للت میگه که ما همزمان با هم آفریده شدیم، از یک چیز با هم آفریده شدیم و تو این رابطه‌مون داره احساس میکنه که آدم برتر نسبت به للت. توضیح میده که للت میخواسته دیده بشه از یکسان با آدم، دیده اینجوری میخواسته دیده بشه. ببین دلیلی هم این که یهودیا این داستان رو حذف کردن از باورهای رسمیشون، یعنی از اون کتابای رسمیشون نذاشتن خیلی وارد مینستریم بشه، به خاطر همینه، به خاطر اینکه علیه باورهای مردسالاری ادیان ابراهیمیه که یک زنی شما داشته باشی توی متون مقدست که یک همچین باوری رو داره که چرا مثلا مرد باید بر من غلبه بکنه. خب این روایت ها خطرناکه، یعنی این روایت ها اگه یه الگویی بشه برای زنها که یک همچین باورهایی داشته باشن. ما یه سوپرچت دیگه گرفتیم از نسرین. نسرین سوپرچت فرستاده، میگه پویزن جان خیلی ممنون، دوستت داریم. آره مرسی نسرین جان. نسرین سوپرچت میفرسته که از سوپرچت پویزن تشکر کنه، مرسی. میگه ولی حضرت آدم اینو نمیخواست، از این راضی نبود. میگه چون حضرت آدم از این راضی نبود، للت مثل اکثر زنهای توی زندگی من رفتن. یعنی این گوینده این کانال به نظر میاد که این مثلا افسانه لیلیت که یا همچین چیزی داشته یا همچین ویژگی، ممکنه با این قدمتی که داره دقیقا مصادف باشه با این قدمت زمانی که زن سالاری بوده تو جامعه. که شما صحبت میکنید که زن سالاری یه مدت توی رواج داشته، قدمت هزاران سال قبله، به این دور زمانه نمیخوره. بگو حالا شادو. میخواستم اتفاقا به نظر من مال زمانی میخوره که دوباره یه سری زنا دنبال این بودن که چرا همیشه باید مردا رأس امور باشن، اونم دنبال سری حقوق بودن و این داستان ساخت و پرداخته میشه که بگن خب خدا اینجوری مقدر کرده. و این داستان هم نگاه کن، عاقبت اینکه بخواید برتری باشه اینه که باید بذاری برید، شما از نسل هوایید و مثلا قاعدتاً آره. باید مقامتون پایین‌تر باشه دیگه. آره چون که این داستانه هم ما الان داریم با این للت حال میکنیم. خب در صورتی که این داستانه جوری که نوشته شده، للت رو منظورش این نیست که با للت قرانی شما با للت حال بکنید، برای اینکه بالاخره اینو از باغ عدن میندازن بیرون، فرشته ها دنبالش میکنن، بعد تبدیل به از یک مقامه که توی باغ عدن بوده تبدیل میشه به یه چیز دیه دیم. کاراکتر منفی داستان بوده. آره کاراکتر منفی داستان بوده. اوکی لاسفی هم برای ما یه سوپرچت فرستاد، مرسی لاسفی عزیز از سوپرچت شما، دمت گم، مرسی بچه ها. اوکی بریم جلو، حالا ببینیم چه بلایی سر للت. ببین خیلی جالبه، گفتش این تقاضا میخواست، اینو میخواست که بتونه توی سکس مثلا پوزیشن بالا رو داشته باشه و آدم اینو قبول نکرد و این باعث نشد که مثلا للت بیاد بپذیره. اوکی خب من سعی کردم نشد. رفت آدم خیلی احمق بوده ها، این پوزیشنی که للت میخواسته برای آدم هم لذتش بیشتر بوده به نظرم، پوزیشن خوبیه خدای. فقط موضوع لذت نیست، موضوع یعنی مقام هم هست، یعنی شما داری مقام تو سیگنال میدی که کد جامعه موضوع جایگاه زن و مرشیه، اون یه بحث دیگه است. ببین للت تصمیم میگیره که از باغ عدن بره. این داستان هم خطرناکش برای همینه، برای زنها گزینه رفتن داری. یعنی شما توی ادیان ابراهیمی از همه اولش میبینی که خب شما وقتی وارد خونه شوهرت شدی دیگه تسلیمی، دیگه تسلیم میشی نسبت به خواسته های مردت. این که بخوای پاشی بری که اصلا گزینه نیست. اینکه اگه از شرایط راضی نباشی بخوای مثلا طلاق بگیری پاشی بری، گزینه نیست که مردها بخوان توی سیستم مردسالاری زنها بتونن مثلا اینقدر راحت انتخاب بکنن یه چیزی رو. ولی میبینی که همچین داستان این قدمت به این زیادی، الان شما داری میبینی که چون للت راضی نبود تصمیم میگیره اوکی نمیخوای پس من میرم. بگو مایکل. سوال اینجاست که گذشته کجا رفته؟ چون تو ایران زنها وقتی که قهر میکنن میرن خونه باباشون، للت اون خونه باباش نزدیکش بوده، کجا رفته؟ نه دیگه للت با احتیاج به یه مرد دیگه نداشته. خب یعنی همین داستانش برای همین جذابیت داره. ببین شما دقیقاً شما نگاه بکنین، ما توی جامعه‌ای که داریم یک زن وقتی که میخواد از شوهرش قهر بکنه بره، از یک مرد باید بره سراغ یه مرد دیگه.
خب یعنی از پناهندگی یک مرد باید بره پناهنده یه مرد دیگه بشه، از شوهرش به باباش، بعد از باباش مثلا برگرده به شوهرش، در نهایت همش باید زیر سایه یه مرد بشه. در حالی که لیلیت وقتی که دید اینجا هم چه جایگاهی نداره، ببین حالا چیکار میکنه. داستانش فرق میکنه. یکی از مهمترین قوانین یهودیت باستان الان نها اینه که شما اجازه آوردن اسم خدا رو نداری. اصلا اسم خدا رو آوردن یه چیز خیلی بدی دیده میشد، یعنی انقدر خدا اسمش مقدسه، انقدر مثلا ماورای ما هست که شما باید اسمش رو نیاری. برای میتونی بهش بگی خدای من، رب من، مثلا عربا، مثلا از این چیزای من، هر چیزی که مقامش رو بهش اشاره بکنی، ولی اسم خدا، خدا رو که یاوه هست رو نیاری. حالا اینجا این کاری رو که نباید میکرد رو لیلیت کرد، یعنی ببین یه ربل بوده، یه هنجار شکن بوده، او اسم خدا رو آورد. حالا اینجا خیلی دقیقاً توضیح نمیده، ولی وقتی که این هنجار شکنی رو میکنه، اسم خدا رو میاره، اونجاست که بالش رو در میاره و قدرتمند میشه و میتونه پرواز بکنه و از باغم میتونه پرواز کنه بره و انقدر قدرتمند میشه که خدا هم دستش بهش نمیرسه، یعنی میتونه در حدی قدرتمند میشه که نسبت به خدا، یعنی نسبت به قدرت خدا ماورای اون، یعنی از دست خدا خارج میشه، از اینکه خدا بتونه جلوشو بگیره خارج میشه. ببین خدا چی ساخته؟ خدا یه چیزی ساخته، بعد به بشرش گفته اسم منو نیار، مثلا اگه اسم منو بیاری میسوزی، خراب میشه، بده، کار بدی نکن، بعد وقتی اسمشو میاری از خودش قوی تر میشی. اون یارو دیوونه است. یه بازی آخه یه چیزی درست کن کار بکنه، چقدر باگ داره. چقدر باگ داره. یعنی تر زده ریه نمیدونه چی کار کنه. بعد اینجا حضرت آدم افسرده میشه، تنها میشه، ناراحته که چرا الان من تنها کنه. آدم الان تنهاست، یه لیلیت زنش پیشش نیست. حالا حضرت آدم میره پیش خدا توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. خدا طرف حضرت آدم رو میگیره، یعنی میگه آره حق با توه، اون بی خود کرد، یعنی بین این دوتا قضاوتش این که حق با آدم بوده و خدا هم عصبانی بوده که اسمش رو آورد. میگه خدا عصبانی میشه، حالا مشخص نیست که دقیقا برای چی عصبانی میشه، اینکه لیلیت اسم خدا رو آورد یا اینکه به خاطر اینکه نذاش آدم، حضرت آدم بر لیلیت غلبه بکنه. نسرین یه سوپرچت فرستاد، مرسی نسرین جان. نسرین میگه آرمین جان این سوپرچت از طرف فرزاد از ایران هست. مرسی فرزاد و مرسی نسرین از اینکه اینو از طرف فرزاد برای ما فرستادیم. دمتون گرم، دم جفتتون گرم. خدا خیلی بهش بر میخوره و برای همین خدا سه تا فرشته رو میفرسته که برن این لیلیت رو شکار بکنن و برش گردونن. خدا گشت ارشادش رو میفرسته که اونو دستگیر کنن. خیلی حرفای زن کل بارگاه الهی رو اومده عاجز کرده، حرفش رو گوش نکرده، دهنش رو سرویس کرده. جمعیت گرم. این انقلاب زن زندگی آزادی باغ عدن بوده. لیلیت رو اجباری بیارن باغ عدن، حتی اگر راضی هم نبود. این ماموریت این سه تا فرشته این بود که میگه میشه بهشت اجباری. اینجا این اولین بهشت اجباری این بوده، از بهشت حالا باغ عدن رفته، میگن نه اجباری باید برگردی باغ عدن. این میشه اولین روایت بهشت اجباری که جای حضرت فاطمه، اگه تو اسطوره ها دنبال الگو میگردیم برای زنان، لیلیت به نظر من الگوی خیلی قشنگتریه برای دنیای مدرن، برای الگوی زنان. خب که یه کسی که قویه، انقدر که اقتدار داره، انقدر حق خودش رو میره برای حق خودش مبارزه میکنه و همونجوری که توی تاریخ توی ببینیم الان شب خیلی‌ها فکر می‌کنن جریان‌های فمینیستی همش بیخود و مزخرف و اینا، در صورتی که ما موج اول و دوم جریان فمینیستی خیلی موجای خیلی خوبی بودن و موقعی هم که لیلیت رو نماد فمینیستی کردن، سر اون موجای یک و دو فمینیستی بود که موجای درست حسابی بودن. حالا خیلی‌ها با موجای 3 و 4 اش مشکل دارن، ولی اونایی هم که با موجای 3 و 4 اش مشکل دارن، با موجای 1 و 2 فمینیستی خیلی کمتر کسی مشکل داره و اون موقع هم بوده که لیلیت نماد فمینیستی شده و برای همین فکر کنم برای توی این انقلاب زن زندگی آزادی هم لیلیت یک نماد خیلی زیبایی میتونه باشه برای کسایی که دوست دارن علیه ادیان ابراهیمی یه قیامی بکنن، یه تظاهراتی، یه مخالفتی بکنن. اولین فمینیستایی هم که لیلیت رو به عنوان یک نهاد علیه سیستم مردسالاری استفاده کردن، فمینیستای یهودی بودن
که یه مجله درست کردم به اسم للث. حالا یه سیمبل هم للث داره که میتونم بهتون نشون بدم اگه خواست. ها میگه که وقتی که این سه تا فرشته للث رو پیدا کردن، کنار دریا سرخ بود، للث اونجا پیداش گفت، للث گفتش که من با شما بر نمیگردم. میگه اونا با اینکه یه ماموریت از خدا داشتن که برگردن للث رو برگردونن، للث مقاومت کرد. چرا هر چی اتفاق تو این ادیا میفته تو این خاورمیانه و دریای سرخ و کنعان و این دور و براست، چرا مثلا یه آمریکا جنوبی پیداش نکردن؟ مثلا تو استرالیا پیداش نکردن؟ بلد نبوده خدا اینجا هم هست رو زمین؟ به همون دلیلی که توی ادیان آمریکای جنوبی اسم دریای سرخ و خاورمیانه رو نمیاره. آره دیگه، خب یهودی ها خدا جغرافیش ضعیف بوده. آره. للث اینجا یک پیشنهاد، یک قرارداد میده. خود للث اینجا شروع میکنه یه پیشنهاد میده، یه قرارداد اینو با هم داشته باشن، با بین للث و این سه تا فرشته. جالبش بینه که تو این قرارداد اصلا خدا کاری نیست، یعنی للث این پیشنهاد مذاکرات رو... آره مذاکرات داره به نتیجه میرسه با نمایندگان خدا دیگه. آره به عنوان وزیر اینا هم مستقلا تصمیم میگیرن. آره، ولی چیزی رو که للث به این فرشته ها میده جدا از چیزیه که خدا میخواد، یعنی یک امتیازی رو للث به خود ستا فرشته میده نه به خدا، یعنی چیزی رو بهشون نمیده که خدا ازش راضی بشه. یعنی تو این مذاکره للث چیزی رو میده که این ستا فرشته رو رشته میده میخره اینا رو پر. آره رشته میده اینا رو میده. آره آره، حالا ببین چی بهشون میگه. At this stalemate, it's Lilith who proposes a deal with the angels, where she suddenly assumes the role as a killer of children and men. تو بازسازی داستانش تو ادیان یهودی، توجیه این که للث چرا یه دفعه همچین کاری کرد رو توی داستان اینجوری توضیح میده. تو این قراردادش با این سه تا فرشته توضیح میده. آدم بچه‌های مختلفی خواهد داشت و من میرم این بچه‌ها رو میکشم، پسر کشه، پسر بچه‌ها و مردها رو میکشه، مگر اینکه با خودشون یه تلسمی داشته باشن که اسم این سه تا فرشته رو داشته باشه، سنوی، سنسن اوی و سمانگ گلوف. برای همین للث این امتیاز رو به این سه تا فرشته داد که اسمشون یه همچین قدرتی داشته باشه، با پسر بچه های شما یا با مرد کاری نداشته باشه. میگه بعضی از روایتون میگه که خدا اصلا للث رو از همون اول به عنوان یک نیروی شر آف، این که مثلا خدا منشأ یه همچین شری بوده و از عمد این شر را آفریده، براش کلی توجیه دارن. للث هم یک نیروی جهانی هست، یک نیروی قدرتمند جهانی هست و برای همین اگه بخواین شرش بکنین، باید به یک چیزی در زندگی انسان، به یک شری در زندگی انسان نسبت داده بشه که اون هم یک شر بسیار بزرگه، و اینکه بچه شما بمیره یک شر بسیار بزرگی دیده میشه و برای همین این نیروی بزرگ کیهانی به این تجربه بزرگ منفی انسانی نسبت داده میشه. یه سوپرچت دیگه هم گرفتیم، مرسی از سینای عزیز. سینا جان مرسی. سینا میگه جالب اینه که للث این کارها رو بدون خوردن میوه بهشت انجام داد. آقا این میوه اصلا چه تأثیری داشت که الان 4000 شرر دارن کونمون رو براش میسوزونن؟ نه بابا، اون میوه رو دست کم نگیری سینا جان، اون میوه میوه دانش بود و همونجوری که اون ماره که بعدن شد شیطان به توضیح داد به هوا، گفت این میوه شما رو نمیکشه، این میوه شما رو مثل خدا میکنه. یعنی دانش، یعنی چیزی که خدا دروغ گفت، خدا گفت این میوه شما رو میکشه، اون ماره یا شیطان گفت این میوه شما رو نمیکشه، این میوه، این میوه دانش شما رو به حد خدایی میرسونه. ولی شما نگاه بکنید با دانش، قابلیت های انسان، قابلیت جمعی بشری رو با دانش رو ببینید، دقیقا اونجا داشت درست میگفت. یعنی اون میوه نماد دانش بود، خدا میخواست انسان تو بردگی بمونه و دانش بود که انسان رو از این بردگی دین نجات میداد. اون ماره یا شیطان میخواست انسان از بردگی خدا در بیاد و با دانش آزاد بشه، و با دانش هم آزاد شد از بردگی دین، از بردگی به خدا. یعنی اون میوه زنجیرهای خدا رو، بردگی انسان رو پاره کرد. از روایت ها این هست که للث باید برای این به وجود می اومده که بچه های نوزاد رو بکشه تا روز هشتمشون. مرسی پویزن عزیز از $50 دیگه، دمت گرم. چقدر الان شده؟ $150 امروز درآوردیم، $150 هم از پویزن دیروز درآوردیم، روی هم $300 فعلا پویزن به ما تو این دو روز گذشته داده. دمت گرم پویزن، مرسی. ممنون. ها میگه بچه‌های دختر بهشون فرصت بیشتری داده میشد تا روز 12مشون. میگه که این سه تا فرشته انقدر دنبالش میکردن، انقدر روش فشار میآوردن که در نهایت به این قرارداد رسید. No harm anyone
if they wore an amulet displaying their names. و این سه تا فرشته قبول کردن که در نهایت هیچ بچه ای رو که این سه تا اسم رو داره لیلث بهشون دست نمیزنه. خیلی جالبه ها، به عبارتی که این سه تا فرشته هم یه مقدار نافرمانی کردن، خدا گفتش که اینو برین برش گردونید. یه چیزی هم به شما میگم، حالا توی تصویرم دارید ببینید اینجا یه مار گذاشته، برای همین خیلی ها براشون عجیبه. توی تصویری هم که من روی کاور یوتیوب گذاشتم اگه نگاه بکنید، لیلث هم اون شاخهای معروفشو داره و هم دم مار هم بهش دادیم، یعنی اون دم مار هم داره. برای اینکه توی باورهای یعنی به همجوری که مسیحی در نهایت اومد لیلث رو نسبت داد به اون مار توی باغ عدن. خیلی جالبه چون که بعضی ها این فرگشته دو شاخه‌ای میشه، اون یه پدیده فرگشتی بعدن که شیطان آفریده شد توی فرگشت دین یهودیت و مسیحیت، مسیحی ها اومدن اون مار شیطان رو نسبت دادن به اون مار توی باغ عدن. ولی با اینکه الان خیلی ها اون مار رو همون شیطان میدونن، ولی یک شاخه دیگه فرگشتی هم هست که میاد میگه نه، اون ماره لیلث بود، یعنی لیلث بود که برگشت تو باغ، یعنی دید که وقتی آدم و هوا با هم هستن حسودی شد از اینکه اینا یه زندگی نور عادی دارن الان با هم، و برای اینکه اینا رو بریزه به هم برگشت به شکل مار، برگشت به باغ عدن و اون سیب رو لیلث بود که با آدم هوا داد. یه میکی مایک باز کرد، کسی چیزی می‌خواست بگه؟ آره یه سوال دارم، چه تأثیری داشته برای اون سه تا فرشته اگه بچه‌ها مثلا اسمشون رو داشته باشن؟ مثلا قدرت اون سه تا فرشته بیشتر می‌شده؟ چالشی هست بین انسان و خدا، یعنی خدا هم از این جدا نیست، یعنی فرشته ها همشون در حال این هستن که برای خودشون یه امتیازی بگیرن، نیروهای معنوی دیگه، دیوها، اجنه، روحای دیگه هستن که برای خودشون دارن سعی میکنن امتیاز بگیرن، خدایی داره برای خودش داره سعی میکنه امتیاز بگیره، و انسان ها هم در شرایط مختلف دارن سعی میکنن برای خودشون امتیازهای مختلف بگیرن. قدرتمند یه سری چیزایی میخواد، اگه بتونی این چیزا رو بهش بدی ممکنه یه چیزی بهت بده. خب بعد مهمترین قرارداد بین خدا و یهودی ها چی بوده؟ یهودی ها گفتن خدا بهشون قول داد که من به شما یه زمین میدم، ابراهیم کلی بچه میدم که تعداد مثل اندازه یه ستاره ها بشه، در مقابلش من خدا از تو چی میخوام؟ پوست سر آلت تناسلیت. مهمترین قرارداد تو دین یهودیت هم این بوده، یه معامله بین خدا و انسان. حضرت داوود وقتی میخواسته یه زنی رو بگیره، برای یه دختر یه شاهزاده رو میخواسته بگیره، اون شاهه میگه که تو برای اینکه من دخترم رو بهت بدم برو 100 تا از پوست آلت تناسلی دشمنان رو بکن برام بیار، و این داوود میره 200 تا میاره که بگه که ببین من چقدر خفنم، و برای همین دختره رو میگیره، اینو هدیه میده به شاه. ولی معروفترین داستانی که نشون میده که خدا توی کتاب عهد عتیق چقدر این مهم بوده اینه که موسی وقتی داشته میرفت برمیگشته مصر که بره با فرعون در مقابل فرعون وایسه، تو راه خدا میفهمه که پسر موسی ختنه نشده، اینو نمیدونسته، و خدا یه دفعه میفهمه که موسی پسرشو ختنه نکرده، و خدا انقدر عصبانی میشه که میاد که پایین که موسی رو بکشه. یعنی وسط ماموریتش بوده ها، قرار بوده یه کار بزرگی رو بکنه، ولی خدا انقدر عصبانی میشه که موسی پسرش ختنه نکرده که خودش میاد پایین و میدوه دنبال موسی، و موسی هم فرار میکنه، خدا هم دنبالش داره میدوه. من اینو شوخی نمیکنم، این داستان کتابشون هست. بعد زن موسی همینجوری که خدا دنبال موسی داره میدوه و موسی هم داره فرار میکنه که این خدا نزنه بکشتش، زن موسی همونجا پسر موسی رو میگیره، یه سنگ تیز از روی زمین پیدا میکنه، همونجا ختنش میکنه و این پوست رو برمیداره پرت میکنه میزنه به پای خدا، و خدا که این میخوره به پاش راضی میشه میرتش، و موسی در اون شب موسی نزدیک بود بمیره، و زن موسی بود که با این ختنه اضطراری موسی رو نجات میده. یه پوست دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ چرا میخوای بکشیش؟ من جدی میگم، این تو داستان عهد عتیق تورات ها، اینا رو از خودم در نمیارم، این روز اگه خواستی برید نگاه کنی خودتو. اوکی، داشتم تصور میکردم مثلا زن موسی داشته پرت میکرده گفته بیا سگ خور،
بگیرمش. یه همچی چیزی میگه، یه دقیقا یادم نیست چی میگه، ولی یه همچی حرفی میزنه، یعنی اینو پرت میکنه، یه داد میزنه، یه چیزی هم میگه، دقیقا جمله رو که میگه یادم نیست چیه. حالا سوال چی بود؟ سوال مایکل این بود که این فرشته ها این به چه دردشون میخوره. خب ببین الان این خیلی امتیاز، یعنی ببین الان قرار داده همش دین یهودی، همش دین قراردادها و معامله و اینجور چیزاست، ولی همین که مقامشون در این سطح برسه که تمام بچه های انسان ها احتیاج به محافظت این سطح فرشته دارن برای اینکه بچهشون نمیره، خب این خیلی جایگاهشون رو میبره بالا. پایزن مرسی بازم از این سوپرچت $50 چهارم امشب شما، چهارمه دیگه، من دیگه نمیتونم بشمارم، الان $200 امشب درآوردیم از پایزن عزیز، $150 هم دیروز درآوردیم از پایزن عزیز، الان فکر کنم همینجوری ادامه بدیم امشب بتونیم تمام مشکلات مالی جمهوری به خدایان یه شبه حل میشه. مرسی پایزن عزیز، $200 امشب فقط از پایزن درآوردیم، از فردا ساندویچ بده. شاید بتونیم پول نویسنده هامو بدیم، برگردونیم نویسنده های بخشی. من باید یاداوری هم بکنم که نوشته از طرف نازی، این خیلی مهمه. چیزی هم نوشته عزیزم، مرسی نازی، خوش به حالت عزیزم، مرسی که هستی پویزن، ممنونم ازت. نوشته هاشو ستاره کن برام تسلا جان، مرسی. اوکی بریم جلو. Once this deal was struck, if they wore an amulet displaying their names. Once this deal was struck, the angels left her alone. بعد از اینکه این قرارداد که دیگه تموم شد، اون قراردادی که قبول کردن، فرشته ها رفتن. اینجا میگه روایت دیگه هم هست که للث بعد از اینکه باغ عدن رو رفت، تبدیل شد به یک دیو، تبدیل شد به یک جن یا دیو، حالا کدومش. و خودش تصمیم گرفت، حالا ببین این روایتش تناقض داره با روایت‌های دیگه، چون اینجا یه روایت هستش که میگه که للث تصمیم گرفت که خودش بگه خودش بچه دار بشه و بچه‌هاش رو مثلا همه جا گسترش بده، ولی من روایت‌های دیگه شنیدم که للث نمیتونسته بچه دار بشه، یکی از دلایل اینم که میرفته بچه‌ها رو می‌کشته به خاطر همین هرسش از این بوده که نمیتونسته بچه دار شه. یکی دیگه از قراردادهای این فرشته‌ها این بود که روزی یکی از بچه‌های للث هم باید کشته بشه که این باعث کاهش مقدار شر در جهان بشه، بدون که یعنی این فرشته ها مجبور نباشن هی برن بودن دنبال بچه های للث یکی یکیشون رو شکست بدن، این که خودشون اتوماتیک روزی یه دونه از بچه های للث میمیره، این باعث کاهش شر در جهان. میگه توی روایت های بعدی للث به عنوان یک زن بسیار زیبا معرفی بیاد مردها رو اغوا بکنه که بتونه باشون بچه دار بشه و بچه جن، بچه دیو به دنیا بیاره. میگه روایت این هست که للث به مردها در خوابشون تجاوز میکنه. میگه که توی دوران مدرن جریان های فمینیست داستان للث رو برای خودشون گرفتن، یعنی که بتونن آزادی خودشون، استقلال خودشون رو از مردها بگیرن، فمینیست‌های مدرن دارن از داستان للث استفاده میکنن. میگه که این که للث کسی بوده که هنجار شکن بوده یا انتظارات جامعه ازش رو قبول نکرده، یعنی در خلاف چیزی که جامعه ازش انتظار داشت عمل، و این که نیومد بپذیره که خدا که مرده و آدم که یک مرده براش غلبه بکنه، این باعث شده که خیلی از فمینیست‌ها از این کاراکتر خوششون، آره بهشون اینسپیریشن میده، بهشون اینسپایرشون میکنه، بهشون انگیزه میده، بهشون. ولی این که للث یک مقام مهمی بوده، چون خود عهد عتیق اسمش چند بار میاره، این نشون میده که نمیشه اصلا انکارش کرد. ببین حالا توی کتاب عهد عتیق چه اشاره بهش، یک بار تو کتاب آیزیا للث اشاره، اسم للث بهش اشاره، به عنوان یک دین زن شبانه بهش اشاره میشه تو کتاب آیزیا عهد عتیق. آیزیا خودش پیامبر بوده، این کتاب عهد عتیقه یا این فصل عهد عتیقه هم به اسم اون پیامبریه که کتاب اون فصل یا اون کتاب دربارش هست. یعنی شما اگه عهد عتیق رو نگاه میکنی، عهد جدید رو نگاه میکنی، به جای اینکه به عنوان یک کتاب بهش نگاه بکنی، باید به عنوان یک مجموعه کتاب باید بهش نگاه بکنی. الانم محققین سکولار اسلام هم فهمیدن قرآن هم همینه، قرآن یک کتاب نیست، قرآن یک مجموعه کتابایی بوده که همینجوری گذاشتن کنار هم دیگه. And what the landscape of Edom will come to look like. تو این کتاب آیزایا درباره للث چی میگه؟ اینجا تو این کتاب خدا داره توضیح میده که قضاوتش بر جهان چه خواهد. یادتون هم باشه که اینا باورهای آخرالزمانی اینجا خیلی میگه، داره میگه تو روزهای آخر، تو روزهای قیامت، روزهای آخر، آخرالزمان و اینا، خدا داره توضیح میده که زمین به چه، یعنی باغ ایدن رو اینا به چه شکلی در
یعنی سرزمین مردم اسرائیل و یهودیا و اینا همش چه بلایی قرار سرش میاد. اینجا آیزایا یکی پیامبره اینجا خیلی با دقت اینو توضیح میده، میگه که جایی هست میگه گربه وحشی و کفتارها با هم ملاقات میکنن. خیلی موقع ها توی کتاب عهد عتیق اینا وقتی میگن ملاقات میکنن منظورشون که جفتگیری میکنن. آخر زمان همچین شرایط اینجوریه، بزهای شیطانی میان همدیگه رو صدا میزنن و للث، یعنی داره میاد میگه توی این شرایطی که همیشه خرد و خره للث هم میاد اون. این خیلی مهمه که ببینید، ممکنه یه چیز خیلی جزئی به نظرتون برسه ولی این خیلی مهمه. آیزایا قسمتی از کتاب یهودی‌ها و مسیحی‌ها هست که کانونایز شده. کانونایز شده یعنی به رسمیت شناخته شده از یک قسمت دین، دین اسلام، دین یهودی و دین مسیحیت، و اسم للث رو اینجا دیگه آورده، اعتبار بهش داده. آیزایا به فارسی میشه اشعیای نبی. Find a place to rest. But what does Isaiah mean by this? Well, it's likely that in this translation, Isaiah is referring or borrowing from Jewish folklore about the night demoness who prowls the night hunting. میگه اینجا به احتمال زیاد آیز داره همون اشاره میکنه به اسطوره‌هایی که از للث وجود داره درباره اون موجوداتی که تو شب وجود داره. شما ببینید للث قدمتش برمیگرده به همون باورهای سومری و قدمتش خیلی بیشتره که اینا یک موجودی تو شب حضور داشته تو دشت و بیابون و اینجور چیزا که میومده مردها رو شکار میکرده، شکارچی مردها بوده. ببین اسم للث رو اینجا آورده به خاطر اینکه بخواد بیاد نشون بده که چقدر وضعیت خراب خواهد شد، یعنی چقدر مردم زجر رو شکنجه خواهند کشید. یعنی للث یک نیروی شریه که وجودش اصلا ترس میاره. یعنی ببین چه وقتی آیزایا میخواد تهدید بکنه که شرایط چقدر بد میشه، به چیزی که اشاره میکنه وجود للثه. ببین داره سعی میکنه یه داستان ترسناک بگه. وقتی للث رو اسمش رو میاره به عنوان یه چیزی که باید بترسی، میفهمی که جایگاه للث توی اون جامعه چی بوده. About the night demoness who prowls the night hunting men. The use of Lilith in this passage aims to convey just how much destruction the people of Edom will suffer. آیزایا اینو داره میاد میگه که ببینید چقدر همه چی خراب میشه، چقدر مردم مردها زرش خواهند، یعنی شما حیوانات وحشی میان و شما رو برای شما مزاحمت ایجاد میکنن، برای شما شر رو ترس میارن و خود للث هم حتی میاد. اینکه اسم للث رو توی این آیه بغل دست حیوانات وحشی دیگه آورده، اینم نشون میده که مقام للث چی هست. و اینم که توی این آیه میبینی که آخرین اسمی هم که آورده این بوده، یعنی داره میاد یه جوری داره نشون میده که بدتر و بدتر میخواد مثال بزنه، بعد با للث تمومش میکنه به خاطر اینکه این شر بزرگتریه. میگه بعضیا میگن که این للثی که آیزایا داره اشاره میکنه همون اولین زنه، بعضی توضیحشون اینه که این همون زن اول حضرت ها. و اینه که برمیگرده که یک، یعنی همون کسی که از باغ عدن انداختنش بیرون در آخر زمان قرار برگرده باغ عدن رو نابود. ترجمه این کتاب عهد عتیق اسم للث رو تو ترجمهش نمیاره. متون مقدس للث هست ولی به جای اینکه ترجمهش بکنن، مثلا به انگلیسی میخوان ترجمهش بکنن، به جای اینکه اسم للث رو بذارن یه چیزی معادلش رو میارن که اسمش رو نیارن. ها به جای اینکه بگن للث میگن که یک، بهش میگن یه جغد جیغ زننده شبانه. آوردن اسم که میگی انجام نمیشه به خاطر اینکه اعتقاد داشتن آوردن اسم باعث فعال شدنش میشه و باعث تحریک شدنش میشه. ببین چه قدرتی داشته دیگه. میگه یه روایت این هست که پس برمیگرده برای انتقام، برمیگرده به باغ عدن یه برای انتقام از آدم. یه روایت دیگه هم هست که للث به یک شکل یک مار برمیگرده به باغ عدن، یعنی همون باغی که هوا رو سرش بود. ببین پس اون ماره توی باغ عدن دو تا روایت است که اون ماره توی باغ عدن کیه. یکیش اصلا خب ماره سر هوا کلا گذاشته و جدا، اصلا هیچ ربطی هم نداره با هیچ کدوم از این دو تا کاراکترها. ولی یه روایت معروف دیگه هم هست که ما بیشتر اون روایت رو میشناسیم که این ماره خود شیطان بوده، ولی الان یه روایت دیگه هم اینجا داره به شما معرفی، للث بوده که اون ماره شده که بیاد انتقام بگیره از آدم. Understanding that Adam is her equal, she cannot exact her revenge against him without first implementing a devious plan. چون للث میدونسته که چون آدم مقامش با خودش با للث برابره، نمیتونسته بیاد این انتقام رو به طور مستقیم از خود آدم بگیره. یعنی در مقابل آدم ممکن بود شکست بخوره. برای همین میره سراغ هوا، چون هوا ضعیف‌تره. هم از للث، هوا از حضرت آدم و از للث یک موجود ضعیف‌تریه و برای همین میره نقطه ضعف باغ عدن توی هواست. برای همین للث میره سراغ حضرت هوا
که از طریق حضرت هوا پیدا برسه به شکست خود آدم. چون هوا بعد از آدم ساخته شده و چون هوا برای تسلیم در مقابل آدم ساخته شده، در برای تسلط آدم به هوا ساخته شده، برای اینکه آدم بتونه برش غلبه بکنه، برای همین یه چیز موجود ضعیف تریه. So Lilith manipulates Eve and tricks her into eating the forbidden fruit from the. و برای همین لیلیث سر هوا کلا میذاره که بیاد اون سیب رو بخوره. اون البته هیچ جا به اش هیچ جا نمیگه سیبا، این سیبا رو نمیدونم از کجا درآوردن و همش میگه میوه ممنوعه. یعنی تو تمام متون مقدس اگه نگاه بکنی، ولی تو تمام متون مقدس یهودیا و مسیحا همش میگه میوه ممنوعه. تو قرآن مش اسم میوه رو میاره یا نه؟ چون سیبا رو نمیدونم از کجا. تو قرآن فکر کنم گندم گفته، نمیدونم. تو قرآن هم فکر کنم نگفته، تو قرآن چی نگفته، ولی مفسرین قرآن گفتن گندم. میگه میوه ممنوعه از درخت دانه معنوی قدرتمند بیاد در جهت مخالف هدف خدا به انسان یک چیز ممنوعی رو بده که باعث قدرتمند شدن انسان در برابر خدا بشه، این یک داستانیه که قبلا یه جای دیگه ما اینو دیدیم. ما این تکراریه این داستانا. پرومیثیوس توی یونان باستان آتش رو از اون چیزی که اونا بهش میگفتن بهشت، از جای خدایان دزدید و اومد داد به انسان و این باعث شد که انسان بتونه متمدن بشه. زئوس اینو نمیخواست، بر همینم زئوس پرومیتیوس رو مجازات کرد. خیلی جالبه، ببینید چقدر موازیه. ببینید توی مسیحیت و یهودیت ما خدا رو داریم که به انسان نمیخواست اجازه بده که میوه درخت دانش رو بخوره، چون که این باعث میشد که انسان قدرتمند بشه در مقابل خدا و آزاد بشه، و این یک موجود معنوی قدرتمند مثل شیطان یا مثل لرث اومد این رو به انسان، این دانش رو به انسان داد، با اینکه خدا اینو نمیخواست. و با این با این دانش انسان تونست تمدن رو بسازه و قدرتمندم بشه. حالا توی یونان باستان این اینو داریم. زئوس نمیخواسته که انسان به این تکنولوژی آتش دسترسی پیدا بکنه، چون میدونست اگه به این تکنولوژی برسه متمدن بشه، تمدن به وجود بیاره و در نهایت قدرتمند میشه، در حدی که در مقابل خدا هم قدرتمند میشه، از این بندگی خدا در میاد. ولی پرومیتیوس که نیم خدا بوده تقریبا، دلش برای انسان تقریبا خدا بوده، یعنی به اندازه زئوس نه ولی مقام پایین‌تر، این دلش برای انسان میسوزه که انسان این حق رو داره که بتونه این کارو بکنه و میره این آتش رو از خدایان میدوزه و میاد اینو میده به انسان‌ها و انسان‌ها قدرتمند میشن. میوه نماد علم و دانشه اینجا، برای اینکه درخت دانش بوده. آتش هم نماد تکنولوژیه، یعنی به عبارت دیگه علم در عمل. یعنی انسان اگه تونسته به قدرت برسه به خاطر دانششه و به خاطر تکنولوژیشه. دقیقا اون آتش یونان باستان و این میوه دین ابراهیمی باستان. به نظر چرا اینا هی دلایل عقب افتادگی و قدم پیشرفتشون رو میخواستن بندازن گردن خدا؟ خود برای اینکه خدایان انعکاسی بودن از طبیعت و انسان ها همیشه با طبیعت در جنگ بودن و علم و دانش، علم و دانش رو انسان برای غلبه بر طبیعت استفاده میکرد و خدایان چون نماینده از طبیعت بودن، انسان همیشه خودش رو در به خاطر اینکه در جنگ بر طبیعت میدید، یه جوری خودش رو رقیب طبیعت هم میدید و رقیب خدایان میدید. ببینید نگاه کنید توی نقاشی که رنسانس میبینید که مار توی باغ عدن بالا تنش یک زنه، شیطان معمولا نرساب میشه. این نقاشی انعکاسی از این باور تو رنسانس بود که این ماره لیلث بوده. میگه ماره رو زن نشون میده به جای اینکه فقط مار نشونش بده. یه نقاشی دیگه هم از مایکلانجلو اینجا دارید میبینین که نصف بدنش ماره، نصف بدنش دختره. میگه که باستانشناسی مدرن خیلی تلسمای بسیار زیادی رو پیدا کرده که خیلی قدمت چندین هزار ساله دارن. سوپرچت برامون فرستاده لاستی، میگه تو فقط برامون تحلیل کن آرمین، ما حال کنیم. مرسی لاستی، دمت گرم. مرسی. چشم، حتما. میگه این تلسما الهام گرفته بودن از اون کتاب بنسیرای یهود. ببین پس تلسمایی رو هم پیدا کردن که اسم این فرشته ها رو روش داشته.
میگه حتی امروز هم شما اگه برید توی اورشل میتونید برید بخرید تلسهایی رو این اسم این فرشته ها رو داره برای که شما را از لیلث در امان نگه دارید. ببینید ما الان قدیمی ترین اگه چیزی مثلا شبیه جن و اینا تو اسطوره ها میخواییم پیدا بکنین تو ادیان ابراهیمی قدیمی ترین و قدرتمندترین شما الان به شما معرفی کردم که لیلث ره. ببینید چقدر جالبه که تمام ویژگی هایی که به لیلث داده می شده و برای اون زمان خیلی بدیهی بوده که این موجود شره چقدر باورها و ارزش ها عوض شده که وقتی ما در برای لیلث توی دوران مدرن صحبت می کنیم خیلی حال می کنن. چارچوب ذهنی تو دنیای مدرنه، تو دنیای قدیم، تو دنیای اون زمان شما وقتی داستان یک زن می شنوی که داره نافرمانی می کنه از شوهرش اصلا احساس خفن بودن به شما دست نمیده. یعنی احساس میکنی عجب موجود شری بوده این. اون موقع یه همچین داستانی یه همچین احساسی رو به انسان ها دست میداده. حالا من سیمبل لیلث رو هم به شما نشون بدم. نازی هستی؟ میخواستی مقایسه بکنی لیلث رو به عنوان الگو با حضرت فاطمه؟ یه چیز جالب قبل از این که بخوام مقایسه بکنم با حضرت فاطمه، به نظرم لیلث داره نشون میده که نه تنها که قدرتمند بوده، از آدم هم قدرتمندتر بوده. یعنی موقعی که به یه مشکلی خورده نرفته بشینه پیش خدا بگه حالا چی کار کنیم، ولی آدم هرچی میشده سریع میدویده میرفته میگفته خدا من الان اینجوری شده حالا چی کار کنم. ولی لیلث خیلی قوی بوده، خودش از پس کارهای خودش برمی اومده. واقعا خیلی این لیلیسو بزرگ میکنه. من که خیلی دوستش دارم، حالا فکر کنم خانمای دیگه هم همینجوری باشن، خیلی دوستش دارم. آقایون هم فکر کنم خیلی دوستش دارن، همچین زن قدرتمندی. من یه سیمبل لیلیس رو روی صفحه دارم نشون میدم برای کسایی که دوست دارن، چون که خیلی از زنهایی که توی دوران مدرن به سحر و جادو و جنبل و اینا علاقه دارن از این سیمبل لیلث خیلی استفاده میکنن، و خیلی کسایی هم که مثلا به این جادو جنبل و این چیزا اعتقاد ندارن ولی با لیلث به عنوان یک کاراکتر خیلی حال میکنن. سیمبل لیلث این چیزیه که من رو صفحه به شما نشون دادم. بگو نازی. اوکی، الان که لیلث رو شناختیم بریم یه نگاهی هم بکنیم به رفتار و اخلاقای فاطمه زهرا که خیلی از مسلمان ها شیعه ها معمولا، حالا سونیا هم چون دختر پیغمبره الگوشون گذاشتن فاطمه رو. یه چند تایی پیدا کردم، یعنی چیزایی که همه جا بود ویژگی های حضرت فاطمه، یکیش ادبش بود، یعنی مثلا که فاطمه زهرا خیلی مؤدب بوده، امام شناسی بوده و دشمن شناسی، یعنی ویژگی هایی که حضرت فاطمه داشته این ستا بوده. ادب که من چیز خاصی توش نمیبینم، حالا اینکه آدم با اطرافیانش چجوری برخورد بکنه و اینا خیلی چیز عادیه. امام شناسی هم که امامه دیگه شوهرش بوده، میتونسته بشناستش دیگه، اونم فکر نمیکنم حالا اگه چیز خاصیه بچه ها حرفی چیزی دارن. امام شناسی رو تو شیعه بهش میگن ولایت، ولایت پذیری. اون موقع حضرت فاطمه امامی که اونجا بوده شوهرش بوده دیگه، شناختن شوهر خیلی چیز خاصی نیست دیگه، درست من که هم اون بوده هم این که حرف شنوی داشته از شوهرش، این جفتش میشه ولایت پذیری، همین چیزیه که جمهوری اسلامی داره تبلیغش میکنه. و چیزی هم که بوده، خب طرف شوهرش و بچه‌هاش رو تایید کرده، گفته آقا اینا خیلی خفنن، اینی که من شوهرم خیلی خفنه بچه‌هام هم خفنن. خب هر مادری معمولا اگه خیلی بخواد حال بده با شوهرش و بچه‌هاش همین کارو میکنه دیگه. مثلا اگه ابوبکر مثلا امام بود میگفت آقا این شوهر منو ولش کنید، آدم حسابی نیست، ابوبکر امامه، اون موقع میگفتیم او شوهرشو گذاشته کنار رفته ابوبکر رو انتخاب کرده. اون موقع میشد یه چیزی فکر کرد. منم باشم میگم شوهرم من خیلی خفنه، خیلی خوبه، خیلی فلانه، من خیلی خوب میشناسمش. این ویژگی خیلی خاصی نمیتونه باشه. یکی دیگه از ویژگیاش هم دشمن شناسی بوده، یعنی دشمنا رو مثلا اینکه خوب میشناخته. حالا اوکی میگیم این بد نیست که اینکه مثلا دشمنتو بشناسی، ویژگی بدی نیست، ولی وقتی رو هم رفته نگاه بکنیم حضرت زهرا رو مقایسه بکنیم با قدرتی که لیلث داره، واقعا اصلا خب مقایسه نیستن این دوتا. لیلث خیلی سرتر از حضرت فاطمه است. این ویژگیایی که حضرت فاطمه داره رو هر کسی میتونه داشته باشه، هر کسی اینا رو میتونه داشته باشه، ولی لیلث رو واقعا هر کسی نمیتونه مثل لیلث باشه، اونجوری بارگاه الهی و تمسخر خودش بگیره. یه نکته در مورد دشمن شناسی فاطمه میخواستم بگم که همچی دشمن شناس هم نبوده.
چون فاطمه کل مسلمونا رو دشمن خودش میدونسته. الان همه این آخونده دارن همین اثر منبرا میگن که چون غیر از خانواده خودش و نزدیکانش بقیه مسلمونا دشمن فاطمه بودم، خاطر همین وصیت کرده بود که مثلا منو شب غسل بدید و شب دفن. اصلا ما میگیم یه درصد این درسته، میگیم اوکی باشه دشمن شناسه، ولی آنچنان ویژگی خاصی نیست. مایکل میدونی چی میگم؟ آره دقیقاً. که بگیم این خیلی ویژگیش خاصه پس این یه زنیه بتونیم اینو الگو قرار بدیم. حداقل اگه مثلا میومدن میگفتن یکی مثل عایشه مثلا الگو باشه، باز حالا اون یه کمی بهتر بود از فاطمه، ولی فاطمه واقعا چیز خاصی نداشته در مقایسه با لیلیس که هیچی نداشته اصلا. دقیقا همین هم که گفتی، چون من همیشه برام از سوال بود که مثلا فاطمه الگوی زنانه، من همیشه میگفتم خب مگه فاطمه مثلا چیکار کرده به غیر از بچه داری؟ مگه مثلا چیکار کرده؟ چجوری الگوی زنانه؟ یعنی خیلی کار خاصی نکرده. سه تا چیزی رو که معرفی کرده به عنوان ویژگی فاطمه به نظر من نشون میده که حمایت از خانواده‌ته، یعنی شوهر و بچه هات، ولی داره به شکل‌های مختلف داره اینو تکرار میکنه. این که مثلا حالا شما داری میگی اینا رو ممکنه نداشته واقعا، ولی بیاین فرض بکنیم همه اینا رو داشته، که میگم با ادب بوده یعنی مثلا حرف گوش کن بوده. با ادب منظورشون اینه. امام شناسی، خب امام میشه امام کی بوده اون موقع؟ امام میشه شوهر بچه هات. خب دمز امام که نداشتیم که اون موقع، یعنی امام شناسی یعنی خب بچه هامو میشناسم، شوهر من میشناسم، یعنی هم دوباره برمیگرده به خانواده. بعد دشمن شناسی، دشمن کیو داری میگی؟ یعنی کسی که علی شوهرتن، یعنی تشخیص میدی که کیا علی شوهرتن. خب یعنی این همش برمیگرده به شوهره. کلا وابسته بوده، یعنی وابسته ترزین دیگه نمیتونه باشه. آره. جالبه که این دقیقا همون چیزاییه که جمهوری اسلامی داره ترویج میکنه، یعنی میخواد بگه خانواده خوب خانواده‌ایه که زن از شوهر هرشنوی داشته باشه. در مقابل اگه بخواید نگاه بکنید لیلیث ویژگیاش، حالا اینا سه تا ویژگی یکی بود همش به نظر من، لیلیث رو نگاه بکنیم، تسلیم چیزی رو که شوهرش میخواست بهش تحمیل بکنه نشد. خب میگه ما یکی از برتری رو نمیخواست، برابری رو میخواست. میگه آقا ما با هم ساخته شدیم، از یه چیز ساخته شدیم، تو چرا برتری؟ برای یکی مگه نیستیم؟ خب برابری رو میخواست. بعد وقتی که اینو قبول نکرد شوهرش، بازم تسلیم نشد، گذاش رفت. خدا هم جلوش نتونست بگیره، یعنی خدا رو شکست داد. خدا هم سه تا فرشته قدرتمند فرستاد، اونا رو هم تونست شکست بده، اونا هم نتونستن غلبه بکنن براش. چقدر ذهن فعالی داشت که اومد قرارداده رو فرشته ها پیشنهاد نکردن، قرارداد رو لیلیث پیشنهاد داد. یعنی یک ذهن خلاقی داشت، اقتدار داشت، استقلال داشت. بعد قدرتی هم که گرفت، قدرتی نبود که خدا بهش داد، یه قدرتی رو تونست بگیره، یعنی قدرتی رو که خدا نمیخواست داشته باشه رو تونست به دست بیاره. پس قدرتی هم که داره، شما اگه نگاه بکنید زنهای قدرتمند تاریخ و زنهایی هستن که مردها تصمیم گرفتن بهشون اون قدرت رو بهشون بدن، خیلیشون. در حالی که لیلیث یه شخصیتی که تونست اون قدرت رو خودش برخلاف میل مردهای توی زندگیش تونست بره اون قدرت رو کسب بکنه، در هدفش مبارزه کرد و به دست آورد اون چیزی که میخواست. حالا برای خودتون ها اینجا بگید، به نظر شما برای دنیای مدرنی که ما الان توش هستیم، الگوی زن فاطمه مناسب تره یا لیلیث؟ وقتی این مقایسه این دوتا رو با هم میکنیم، دوتا کارکتر رو. مرسی از همه تون بچه ها. لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، پیشنهاد برنامه ما به بقیه یادتون نره، کامنت هم زیر ویدیو بذارین یادتون نره. نسرین هم یه سوپر چت گذاشته، من یادم رفت بخونم اینا، خوب شد حواسم بود. نسرین میگه من لیلیث رو الگو قبول دارم. مرسی نسرین جان، نسرین هم به من الگو قبولش داره. اوکی، مرسی نسرین از این همه سوپرچتی که امروز برای ما فرستادی، مرسی از لاست فو به خاطر سوپرچتی که فرستادی، و مرسی از پویزن عزیز که امروز $200 سوپرچت برای ما فرستاد. تا برنامه بعد، لیلیث یارو نگهدار همه شما فعلا. اگه میخواهید بیاید با من صحبت بکنین توی برنامه، یه لینک زیر همین ویدیو هست به اسم درخواست صحبت با آرمین نوابی، که میتونین از این لینک استفاده بکنین که بیاین یه روز و ساعت رو مشخص بکنیم که با هم در یک برنامه صحبت بکنیم. کاملا دوستانه و بدون توهین و بدون پرخاش میتونیم یک برنامه دوستانه با هم داشته باشیم. شما قبل از برنامه فقط حساسیت‌های خودتون رو به من بگید و من حتما در طول برنامه رعایت میکنم. اگه برنامه‌های دیگه منم دیده باشین که با مسلمونا مناظره دارم، می‌بینی که همه شرایطی رو که اونها از من می‌خواستن قبل از برنامه پذیرفتم و باهاشون همونجوری صحبت کردم که براشون تو برنامه راحت بود. کلاً توی برنامه من کاری انجام میدم که شما احساس راحتی بکنید، احساس آرامش بکنید
و در طول برنامه هم اگه حرفی زدم که اذیتتون میکرد یا اینکه نفع برنامه جوری بود که شما راضی نبودید، حتما اگه اینو به من بگید، من سعی میکنم که نفع صحبتم عوض بکنم که شما در طول برنامه اذیت نشید. و برای من اگه کسی هستی که دوست دارید بیاید با من مناظره انجام بدید، از این لینک زیر ویدیو هست استفاده کنید و بیاین با هم یه بحث جالبی رو داشته باشیم. ممنون، فعلا.